مرگ هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا با واکنش محمود احمدی نژاد و دولت او نیز همراه بود رئیس جمهوری ایران در پیامی مناقشه برانگیز چاوز را شهیدی نامید که به اعتقاد او با صالحان و حضرت مسیح باز خواهد گشت دولت ایران همچنین به مناسبت درگذشت هوگو چاوز امروز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام کرد آرش سیگارچی گزارش می‌دهد یک پیام و یک روز عزای عمومی برای مرگ هوگو چاوز اصلی ترین متحد جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین این بخشایی از پیام محمود احمدی نجات برای مرگ چاوز است ونزوئلا فرزندی برومن و شجاع از دست داد روح بلند مردی بزرگ از تبار ادالت طلبان و آزادی به آسمان پرکشید او شهید راه خدمت به ملت ونزوئلا است و تردید ندارم که او به همراه همه سالحان و حضرت مسیح باز خواهد گشت. پیامی که با واکنش های منفی برخی در ایران مواجه شده است. سایت اصر ایران متعلق به محافظ منتقد دولت نوشته است آقای احمدی نژاد باورهای شیعی را خرج هوگو چاوز نکنید. انتقادشان این است که آقای احمدی نژاد چرا گفته اید او با امام زمان باز میگردد. در حالی که سوابق غیردینی هوگو چاوز بر همه آشکار است. دولت ایران برای همدردی امروز چهارشنبه را از رای عمومی اعلام کرد اولین سفر هوگو چاوز به ایران سال 2001 زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بود بعد از آن خاتمی هم به کاراکاس پایتخت ونزوئلا سفر کرد و تازه چیزی گفتن همینی بود که خدمتتون به همین که چاوز و که چاوز و خیلی زود از بین خواهند رفت ناپدید خواهند شد سیاست ضد آمریکایی چاوز خیلی زود او را به محمود احمدی نژاد نزدیک کرد به طوری که رئیس جمهوری ونزوئلا در هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد هفت بار به ایران سفر کرد سفرهایی جنجالی که حتی پای این سوسیالیست را به حرم هشتمین امام شیعیان در مشهد هم باز کرد در مقابل سفرهای احمدی نژاد به ونزوئلا و البته قراردادهای سرمایه جمهوری اسلامی ایران در این کشور با اینکه برخی نسبت به توجیه اقتصادی سرمایه ایران در ونزوئلا ابراز تردید می کنند اما دو سال پیش هوگو چاوز وعده مبادله تسلیحاتی به ایران را داد در دوری که جمهوری اسلامی ایران به خاطر فعالیت هستگی مشکوک با فشار بین المللی روبروست دوستی با ونزوئلا در آمریکای لاتین امتیازی برای مقام های تهران محسوب می شد. ظاهرا جانشین فعلی هوگو چاوز قصد ندارد سیاست او درباره ایران را تغییر بدهد حداقل تا یک ماه آینده که رئیس جمهوری جدید ونزوئلا انتخاب خواهد شد خب واکنش کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی هم کم نبوده و از اولین دقایق انتشار این خبر فیسبوک و توییتر تبدیل به محلی برای بحث های داغ درباره این موضوع بوده همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من آرش به ما بگو این بحث های داغ چی بوده بذارید صحبت ما با جمله از امین ثابتی فعال اینترنتی که زیر نظر داره فعالان فضای مجازی رو شروع کنم که گفت شاید ما ایرونی ها اونقدر که ونزوئلا به مرگ چاوز پرداختن بیشتر از اون بهش پرداختیم پر از جوک شوخی های زیاد درباره چاوز هست به خاطر اینکه چاوز یه ویژگی های خاصی داشت از یک طرف به ایران که میومد دور گردن شفیه مینداختن به حرم امام رضا میبردن از طرف دیگه وقتی از ایران خارج میشد خب به خاطر اختلافات فرهنگی که بین ایران و ونزوئلا وجود داشت ایشون مثلا با رقصنده ها عکس میگیره و عکساش معروف اتفاقا تو این 24 ساعت مدام به اشتراک میذارن به هر حال این موضوع برای خیلی از کاربران این ایرانی دستمایه شوخی و بازنش شده تو توییتر و فیسبوک اما برگردیم به پیام محمود احمدی نژاد که گفته چاوز با حضرت مسیح باز خواهد گشت در پیام احمد نژاد دقیقا چه چیزایی مطرح شده تو گزارش هم اشاره کردم یکی دو تا از سایت های محافظه کار به این ایراد گرفتن برخی از آدم های مذهبی در ایران ایراد گرفتن که اولا خود آقای چاوز اصلا ادعای مذهبی بودن نداشت از طرفی تو, تو در چه جایگاهی هستی سایت اصل ایران اگر اشتباه نکنم نوشته که شما در چه جایگاهی هستی که داری تشخیص که امام زمان با اون یاران مشخصش قرار بیاد و شما تشخیص میدید که چاوز هم یکی از اونهاست. از این واکنش ها هست برخی گله کردن از این تصمیم دولت برای اعلام اعضای عمومی میگن که زلزله آذربایجان که آمد شما درست یک روز اعلام کردید اعضای عمومی اما اونم با تاخیر اما پرچم ایران رو پایین نیاوردید اما برای آقای چاوز پرچم رو پایین آوردید و به نوعی از این تصمیم گیری انتقاد کرد اما حالا خیلی سری به حال ما میدونیم ایران و ونزوئلا مناسبات خیلی نزدیکی با هم داشتن روابط حسنه ای داشتن و خب موازه مشترک در واقع همینطور آقای چاوز بانند جمهوری اسلامی از آقای اسد در سوریه دفاع میکرد از غذافی دفاع میکرد و خب این نوازش خیلی مشترک بود همین دستمایه خیلی از شوخی در فضای مجازی شد از جمله حتی این مسئله لوکالیزه کردن و به نوعی به ایران ربطش دادن و به شعار احمدی نژاد که پیش از این گفته بود زنده باد بهار بعد از مرگ چاوز کاربران ایرانی نوشتن که زمستون سر رسیده و در این حال به شوخی بعضی هم حتی نوشتن که دیگه آقای چاوز فوت کرده و درست نیست پشتر مورد حرف بزنن ممنون آرش سیگارشی که در استودیو با من بود ممنون آراش.